سلام بچه ها، به کانال کامیک فکس و کامیک بتمن شوالیه سفید خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز قصد دارم برای شما عزیزان قسمت 5 این مجموعه جذاب و تعریف کنم. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله ادامه این مجموعه جذاب و سایر ویدیوهایی که واسه تو میسازیم از دست ندید. راستی اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام کامیک فکس رو هم فالو کنید، آیدیشو براتون توی دیسکریپشن میذارم. خب شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم، تا آخر اون همراه ما باشید. در قسمت قبلی ما از هویت واقعی هارلی کوین قلابی که در حال حاضر نیو جوکر هست مطلع شدیم. اون به کمک مدهتر تونست بفهمه که ویکتور فریز در گذشته یک نازی بوده و با وین ها ارتباط داشته. اما در این قسمت، صبح یکی از روزها، جک نیپیر قرص های اون روزش رو خورد و بعدش به سرفه خونی افتاد. هارلی دوید سمتش که ببینه حالش خوبه یا نه. جک گفت که حالش خوبه و بعدم میره پیش دکتر. هارلی فریاد زد که اون خودش دکتره. جک بهش گفت که گاهی این قرصا معده‌اش رو ناراحت میکنن و مسئله مهمی نیست و گفت قرار بوده تمرین کنیم، یادت میاد؟ همونطور که جک داشت روی مهارت‌های مبارزه کار میکرد، بتمن داشت به مخفیگاه اصلی جک میرفت تا دنبال سر نخ بگرده. بتمن باربارا و دیک رو توی مسیر دید و بهشون گفت یه ماجرایی پشت همه این قضایا وجود داره. دو تا حمله بزرگ در راهه، یکی در بخش مالی و اون یکی هم در دفتر مرکزی GCPD توسط ابرشرورهایی که هرگز با هم دیگه کار نمیکنن و حتی یک کلمه هم نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن. فقط هاتر و نیو جوکر هستن که با همن. بنابراین ممکنه اونا با استفاده از کارت های کنترل ذهن هاتر کنترل کل گروه رو به دست بگیرن. بتمن خم شد تا یک چیزی رو ببینه و بعد دستش رو روش کشید و متوجه شد که خاکه. دیک بهش گفت که اونا هیچ کدوم از کارت‌های هاتر رو ندیدن. باربارا پرسید روی انگشتات چیه بتمن؟ بتمن بهش گفت این خاکه. کلیفیس تنها مجرمیه که اینجا نیست. اون باید درگیر این ماجرا باشه. باربارا گفت که موضوع یه چیز دیگه است. بتمن فوراً گفت شما میخواین که من به جی تی او ملحق بشم؟ هیچ شانسی وجود نداره که من با جک نیپیر و نیروهای GCPD توی یک تیم برم. دیک بهش گفت که نیپیر عوض شده و بتمن جواب داد هیچی عوض نشده. جوکر از آرکام خارج شده و سعی داره که با این ظاهری که برای خودش درست کرده به گاتهام آسیب برسونه. ما هممون اینا رو قبلا دیدیم. دیک به بتمن نزدیک شده گفت آره، نیپیر قانون شکنی کرده اما ما نمیتونیم دربارش کاری کنیم. و بتمن بهش گفت تو میخوای اون پیروز شه مگه نه؟ چون اون میتونه ثابت کنه که من اشتباه میکنم و تو باور کردی که اون از من بهتره. دیک بهش گفت که اون فقط میترسه که این کار باعث شه اون بدتر از نیپیر به نظر برسه. بتمن رفت عقب که بپره سمت دیک، اما باربارا اومد و بتمن رو پرت کرد یه طرف و برگشت سمت دیک و فریاد زد میدونین چیه؟ شما دوتاتون عقلتون رو از دست دادین. این چه دعوای احمقانه ایه که میکنین؟ چرا من همیشه وسط دعواهام؟ بروس به تو همه چیز داده دیک، تو نباید باهاش اینجوری حرف بزنی. و بروس تو باید راجع به حرکت بعدی که میخوای بکنی به دقت فکر کنی، چون گاتهام تحملشو در برابر بتمن از دست داده. بروس به جای اینکه جواب بده آماده شد و پرید وسط شهر. کمی بعد توی بالکن آپارتمان جک، هاردی داشت قهوه‌اش رو مینوشید و میگفت که خیلی دلش میخواد بدونه اون کی میاد. بتمن از توی سایه ها ظاهر شد و گفت این یه فرصته که تو به اون کمک کنی. هارلی گفت که تو بتونی زندانیش کنی ها؟ نه مرسی. بتمن نمونه خاک کلیفیس رو بیرون آورد و گفت من میدونم که جوکر از کلیفیس استفاده کرده تا همه رو دستکاری کنه. هارلی گفت اسم اون جکه و اگه میتونی ثابت کن بعد زندانیش کن. هارلی برگشت و گفت جک دیگه شرور نیست و میخواد شهر رو توی مسیر خودش قرار بده. بتمن برگشت و ستون سنگی که اونجا بود و با مش خراب کرد و فریاد زد من تنها کسیم که هنوز عقلمو از دست ندادم؟ شما نمیتونید ببینید که اون یک بیمار روانیه؟ هارلی گفت که جک گاتهام رو برای همیشه تغییر داده اما نمیتونه این چیزا رو ببینه، چون همش به این فکره که اگر همه چی اشتباه از آب در بیاد ممکنه چه اتفاقی بیفته. بتمن و جک هر دو یه چیزو میخوان. بتمن به چیزی نمیرسه مگر اینکه اون و جک با همدیگه همکاری کنن. بتمن جوابی نداد و از بالکن پرید پایین. جک گفت من قبلا هرگز بتمن رو اینطوری ندیده بودم. هارلی جلوش رو گرفت و گفت من از حرفایی که زدم منظور داشتم، اگر شما دوتا اینقدر لجباز نبودین میفهمیدی که چقدر به هم شبیهید. اما در جای دیگر، اون طرف بیرون امارات وین، هاتر داشت به کامپیوترش نگاه میکرد و میگفت سیستم امنیتی اینجا در حد سیستم امنیتی نظامیه، وین مگه چی اونجا پنهون کرده؟ نیو گفت کی اهمیت میده که وین با نازی‌ها رابطه پنهانی داره ها؟ و هاتر در جواب بهش گفت
آروم باش عزیزم، اطلاعات کلید قدرت همه مجرمای موفقه، این رو همه میدونن و ما باید رازای خانواده وین رو کشف کنیم. نیو از ون پیاده شد و فریاد زد فراموشش کن، هک کردن اینجا خیلی زمان میبره. هتر پرسید میخوای چیکار کنی پس؟ میخوای قلعه رو بتر کنی؟ نیو گفت نه. ناگهان ریشه های تاک شروع کردن به خزیدن روی دیوار و نیو دید که پویتن آیوی اونجا ایستاده. اون گفت ببینین که چجوری از دروازه عبور میکنن. آیوی راهش رو ادامه داد و با استفاده از ریشه هایش سعی کرد که مناطق مخفی رو حس کنه و توی طبقه دوم اتاق مخفی رو پیدا کرد. نیو دیوار رو هل داد عقب و به اطراف نگاه کرد و گفت انگار هیچ کسی مدت ها اینجا نبوده. هتر سمت میز رفت و یه سری طرح اولیه دید و گفت خودشه، فایل های خانواده فریزو اس اس. به نظر میرسه که پروژه احداث یک سری تونل مخفی در سرتاسر گادهام باشه. این چیزیه که ما به خاطرش اینجا اومدیم. ناگهان صدای شکسته شدن چوب اومد و نیو به هتر گفت که ساکت باشه، یکی اینجا اومده. بروس با لباس خونگی صورتش پرید داخل و فریاد زد او خدای من، ولگردا از ملک من برید بیرون. همونطور که نیو و هتر به بیرون فرار میکردن، آیوی بروس رو کشید عقب و ستایی سوار ون شدن و فرار کردن. کمی بعد ماشینی جلوی در ملک وین ایستاد و دیک ازش پیاده شد و پرسید چه اتفاقی افتاده؟ و بروس گفت مطمئن نیستم، اونا وارد اینجا شدن و اتاق مخفی رو پیدا کردن، من حتی چیزی در موردش نمیدونستم. آروی از راه رسید و گفت ما اونا رو توی رادار پیدا کردیم، لباس خونگی قشنگی دارید آقای وین. دیک خندید و گفت آره همیشه اینو بپوش آقای وین. اون طرف توی بزرگراه هتر سعی داشت که از جی تی او و ناوگان جدید از بات موبیل ها یعنی مونتایا، دوک، باربارا، دیک و هاروی فرار کنه. مونتایا و هاروی به ون ضربه زدن و بعد اشراری که ذهنشون تحت کنترله شروع کردن به حمله. همه سعی داشتن که جلوی این حمله رو بگیرن ولی ناگهان صدایی شنیده شد، بوم! بتمن با بتموبیلش از راه رسیده بود و محکم کوبید به ون هارلی. اون بالا از توی هلیکوپتر جیم فریاد زد تو بشین سر جات بتمن، جی تی او خودش اوضاع رو تحت کنترل داره. باربارا با بروس تماس گرفت و گفت داری چی کار میکنی؟ و بروس بهش گفت دارم از خانوادم حفاظت میکنم. بتموبیل بتمن سرعت گرفت و محکم کوبید به ون و هر دو ماشین از روی پل افتادن روی کشتی باربری. بتمن نیو رو گرفت و پرسید تو از وین ها چی دزدیدی؟ وقتی که کوله پشتی نیو باز شد، بتمن مغز کلیفیس رو دید که یک کارت کنترل ذهن توشه و پرسید این دیگه چه مزخرفیه؟ نیو کوله پشتی رو قاپید و بتمن رو پرت کرد عقب و شروع به فرار کرد. وقتی که بتمن از جاش بلند شد، دید که یه چیز دیگه هم ازش دزدیده شده بود و به عکس های خانوادش و فریز نگاه کرد. ناگهان ستون های نگهدارنده پل خراب شد و پل ریخت توی رودخونه. وقتی که سنگ ها همه ریختن پایین، جیم که بالا سر اونها قرار داشت به همه اعلام کرد که بتمن رو با دست و پای بسته میخواد. اون دیگه یک ویجیلانتی نیست، اون یک ابر مجرمه. کمی بعد توی آزمایشگاه فریز داشت داده های تست های اخیرش رو بررسی میکرد و فهمید که سالخوردگی اون چیزیه که نمیشه تغییرش داد. و بعد ناگهان کاغذی با دسته خونی بتمن همراه با عکس پدر و مادر بتمن روی میز کوبیده شد. بتمن به فریز نگاه کرد و گفت حرف بزن. فریز گفت وین ها خانواده ای پر از رمز و رازن بروس. نیو و هتر داشتن طرحهای اولیه رو بررسی میکردن تا به تونل قدیمی رها شده برسن. اونا توی محل تجهیز شده ای که توسط فریز اداره میشد قدم میزدن. هتر فیوز رو زد و چراغ ها روشن شد. اونا یک ماشین بزرگ رو دیدن که از دیوار بالا رفته بود. اون کنن بزرگ فریزه و این یعنی کلی ماجرای دیگه در راه. خب به پایان این قسمت از کامیک بتمن شوالیه سفید رسیدیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حتما منتظر قسمت بعدی این مجموعه جذاب باشید چون کلی اتفاق هیجان انگیز دیگه در راهه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.